نتانیاهو گفتش که حتی به بلینکن هم گفته که تا پیروزی کامل جنگ رو متوقف نمی‌کنه و دیگه رسماً یعنی جواب حماس به اون پیشنهاد ایجاد وقفه برای آزادی گروگان‌ها رو رد کرده. نتانیاهو گفت که تا شکست حماس جنگ در غزه متوقف نمیشه، هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره و اینکه تمامی حماس رو می‌خواد از بین ببره. گفتش که الان در راه پیروزی هستن و فقط چند ماه دیگه طول میکشه، نه اینکه مردم فکر کنن این قضیه تا چند سال طول داره. گفت که دستور عملیات در منطقه رفح در جنوب داده، رفح همون جاییه که هم مرز با مصر هست، امداد رسانی از اون طریق انجام میشه و همینطور به خطاب به خانواده گروگان هام گفته که اگر تسلیم این جواب حماس بخواد بشه این برابر با یک کشتار دیگه در آینده. نتانیاهو مذاکره و حل و فصل سیاسی رو رد نکرده اما گفته که نه بر اساس این جواب حماس. حالا جواب حماس این بوده که میخواد در یک دوره 4.5 ماهه در 3 مرحله صورت بگیره و این شامل آزادی گروگان ها میشه، خروج اسرائیل از نوار غزه و بعد اینکه بشینن با هم در مورد پایان جنگ تازه صحبت بکنن. اما این مرحله باز قبل از این خواهد بود که آخرین گروه از گروگان ها را بخواد آزاد بکنه، یعنی باز یک گروه دیگر رو گروگان میگیره تا اینکه صحبت در مورد پایان دادن به جنگ بخواد انجام بشه. قبلن حماس این پایان دادن به جنگ رو شرط اول گذاشته بود. به هر حال تمامی این شرایط خب نتانیاهو اصلا رد کرد دیگه، به طور کل همیشه هم میگفت که هیچ کدوم اینها قابل قبول اسرائیل نیستش. و یه مسئله دیگه که توی این پیشنهاد حماس هست این که اون سری از فلسطینی های زندانی در زندان های اسرائیل که میخواد آزاد بشن اونایی هستن که در واقع سنگین ترین جرم ها را از نظر اسرائیل مرتکب شدن که این میتونه شامل طراحان و مجریان انتفاضه دوم باشه، از جمله مروان برقوتی که سالهاست الان در زندان اسرائیل هست. حالا بلینکن هم البته در قطر و بعد باز در اسرائیل گفته بود که البته اینها همه قبل از این بود که نتانیاهو بیاد در این کنفرانس خبری علنا نظرش رو بگه، ولی حتما در مذاکراتش با بلینکن گفته بود. به هر حال بلینکن گفته بود که این رسیدن به توافق سر این قضیه سخت خواهد بود اما شدنیه، امکان پذیره. به هر حال همزمان با کنفرانس خبری نتانیاهو یا کمی بعدش حماس هم یک کنفرانس خبری داشت. اونجا یکی از مقامات ارشد حماس از کلیه اعضای حماس خواسته که به نبردشون ادامه بدن علیه اسرائیل و از دیگر اینکه حالا قراره یک هیئتی رو به فردا پنجشنبه به قاهره بفرستن که در رابطه با همین پیشنهادی که حالا بگیم به پیشنهاد پاریس مرسوم شده، شهرت پیدا کرده، شناخته میشه، راجع به اون باز صحبت بکنند که خب این اون پیشنهاد دست اندرکارانش آمریکا، قطر و مصر بودن. آریان.